میریم به تل آویو در اسرائیل، جایی که همکارم بابک اسحاقی با ما همراه میشه. بابک، دقیقاً همون جایی که تو هستی، دقایقی پیش بیانیه خانواده گروگان‌ها هم قرائت شد، جایی هستی که تجمعی هم بود در حمایت از همین گروگان‌ها. بله، به اینجا میگویند میدان گروگان‌ها، جایی که خانواده گروگان‌ها تقریبا هر روزه در اونجا حضور دارند. در پشت سر من همانطوری که میبینید دیگه خالی شده. دقایقی پیش سخنرانی و در حقیقت بیانیه‌ای که از زبان خود برخی از خانواده‌ها خونده شد، پیش از اون که در رابطه با اون من صحبت کنم، خبری را در رابطه با دیدار رهبر رئیس موساد از قطر بگویم. در اسرائیل گفته میشه که یکی از اهداف برنا رسیدن به یک مذاکره و یک توافق جدیدی هستش که در اون زخمی ها، مردان سالمند و زنانی که در ارتش نبودند، در این مرحله آزاد بشن و در مقابل اسرائیل هم زندانیان فلسطینی را آزاد بکنه و آتش بس هایی را هم در این رابطه قائل بشن. اما در حقیقت درست در همین جا هستش که مشکل به وجود میاد. حماس حاضر نیستش که تنها به تبادل زندانی و آتش‌بس‌های روزانه کفایت بده. او میخواهد که پایان جنگ را ببیند. او میخواهد که آتش‌بسی دائمی باشد و او بر سلطه حکومت در نوار غزه بماند. حال تا چه حد برنا میتواند که در این را موفق باشد و حماس را راضی بکند که به این توافق عمل بکند و یا قطر فشار بیاره، باید روزهای آینده را ببینیم. امروز قرار هستش که حدود یک ساعت دیگه بنیامین نتانیاهو جلوی دوربین تلویزیون ها بیاد و در رابطه با آنچه که دیشب اتفاق افتاد، یعنی کشته شدن سه گروگان، صحبت بکنه. اما در رابطه با بیانیه‌ای که خانواده گروگان ها در اینجا ارائه دادن، اونها گفتن که ما گفته بودیم که ممکن است که با ادامه جنگ گروگان ها کشته بشن، اما کسی به ما گوش نداد. ما خواهان مذاکره برای آزادی گروگان ها هستیم. اونها التیماتومی را با آقای نتانیاهو دادن و گفتن که اگر تا 9 شب امشب یک مرحله جدید از مذاکرات آغاز نشه، اونها از همین امشب به سوی وزارت دفاع اسرائیل راه پیمایی خواهند کرد و در اونجا 24 ساعته خواهند ماند تا گروگان ها آزاد بشن. ممنونم از توضیحات بابک اسحاقی، همکارم از تل آویو.